فیلم همیشه قهرمان با بازی رضا بیک ایمانوردی و مرجان محصول سال 1351. داستان فیلم از این قراره که عوامل نائب خان مردی به اسم عباس علیو که اجاره خونه عقب موندهش رو پرداخت نکرده از خونه میندازن بیرون. امیر با بازی رضا بیک ایمانوردی فرزند نائب خان جانب عباس علیو میگیره. امیر تو کافه اعتصام با شیرین با بازی مرجم که خواننده کافه باشه آشنا میشه و متوجه میشه که قاسم قصد داره اونو اقفال کنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مبارک. مبارک. متشکرم. با هم نامزد شدن. مثل اینکه داداشتون میخواست با اون زنبیبه پول داره عروسی بکنه. اون یکی چی با نظر میخواد حرمسرا دایر بکنه. حالا چه میدونم. یه فکر بکری به کله من رسید. الان برمیگردم. خانم جان قاسم آقا با اون رقاصی کباره الان نامزد رسمی شدم به خدا. تو بمیری. الان سر یک میز رو دل دادم ولوه گرفتن. پس فطرت رزل حق باز شارلاتان با منی؟ نه با تو نیستم با اون قاسم دروغگو. پس این سب یاده باشم نفهمیدم چی کار کرده؟ بکشه. خیلی خوب الان میمونده داغنش میکشم ایش مگه به چنگه ششو میبارم ششمشو درم دنجوناشو میبارم بچه ششو در میارم خلاصه کلم هر گلی زدی با سر خودت زدی. خب حالا میرم تکلیفمون با این قاسم. فیلم سینمایی ناجورها با بازی فردین و بیک ایمانوردی داستان مردی به اسم اسلامه که خودش رو به زندان میندازه تا انتقام زنش رو از رضا که به اون تجاوز کرده بگیره. اما بعد از رویارویی این دو نفر مشخص میشه که فرد دیگه ای تو این ماجرا نقش داشته. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دیانت و پچه 16 تا چش 7 تا زبون بیار اینجا. ارزم به حضور مهر ظهور پرنوره شب شده 600 تومن تو نمره 700 شایدم 500 خرج حاجیته حضرته کلم باره دلت قلعه میگم رفته بودیم و نشده بودیم داشتیم صفا میکردیم گفتی قلعه بران؟ بی هر شاینو من این بره حاجیت حجت ننه و اسمال گرم اون بره حاجیت سریده بودن بگو تو کجا؟ اول قلعه خونه اسمت شلت قلعه را میگی بران؟ شما بی هر عرض به جمالت دیت جاهل کوتاه و بلند دست استکان چشم حاجیت حاجیت میگی این برم حالیم نید اون برم حالیم نید ما رو داشته باش تا باقی شو بکن مری قدر و دست پری تو اتاق چشم هم زنه تو نمیگه قاب پلو دیست خورش لیوان عرق شیشه پپسی همه و همه تو سر حاجیت همون تو قلعه بی هر ما که دیدیم هوا پسه گفتیم بسته آسی به دست داریم بدو مری بدو ما بدو مری بدو ما بدو مری بدو خدا رنج کرد در خونه ننم رسید افتاد رو پاش ما هم یه رست رفتیم سینا مریض خونه رو میگم یه بست دیگه چف کن دهنه تو تنه زدم تو ملاجید. فیلم سینمایی ولگرد قهرمان که تو سال 1344 ساخته شده راجب عباسه که راننده زن ثروتمندیه و متوجه میشه زن ثروتمند در جستجوی شیء طلایی گرون قیمتیه. عباس و زن ثروتمند سرانجام شیء طلایی رو با وجود حضور تبهکارا به دست میارن و با دخالت پلیس تبهکارا دستگیر میشن. بخشایی از فیلم ولگرد قهرمان رو با هم تماشا میکنیم. خط میکنیم تفلک نیلوفر تمام شهرها رو گشت که تو رو پیدا کنه کمکش کنی ارتی پدرش بهش بدی. حالا میدونی این کارو بهش چی میگن؟ نامردی. بس کن پسر احمق. این حرفایی که تو میزنی برام معنی نداره. من سالهای سال چشمم دنبال این شیء قیمتی بود. پدر نیلوفر یه مرد احمقی بود که لیاقت تصاحب گاو طلایی رو نداشت. مدت‌ها بود سعی می‌کردم حس اعتماد نیلوفر رو جلب کنم تا یه روزی بتونم گاو طلایی رو به چنگ بیارم. از جاتون تکون نخورید. اولم کن. وای خدا جون. دماغ سوخته می‌خریم، خیلی هم می‌خریم. خب آقای نماترم حال دوست داره چاق سلومتین نترسین خب که همه شما ها دنبال این گاوی آخه بدبختای بیچاره شما خودتون که این گاو زمان بسته گاوترین نیلوفر به این پسر اعتماد نکن اون قاتل مادرته نمیخواد برا من تکلیف معین کنیم من درباره عباس هر طور دلم بخواد فکر میکنم عباس بیا از اینجا بریم آره بریم بریم بزن اینا به درد خودشون بمیرن بریم هرکی از جاش تکون بخوره با یه تیز دخلشو میارم فهمیدین؟
یه وقت شیطون گلتون نزنه بابا. قربونم برین، سایتون کم نشه را بیافت برین، یالا. همتون هم چاکرم این، هم مخلصم این، هم نوکرم این، خواهد تو سرم هست. فیلم گلپری جون که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که یه زن و شوهر شب و توی قهوه خونه میگذرونن. زن که باردار بوده توی قهوه خونه زایمان میکنه و دو قلو به دنیا میاره. زن قهوه چی یکی از این دخترها رو برای خودش نگه میداره و اون یکی رو به مادرش میسپره. والدین دوتا دختر توی تصادف قطار کشته میشن. حالا یکی از این دخترها وارث ثروت والدینشه و اون یکی بین یک گروه مطرب دورگرد بزرگ شده. بخشایی از فیلم گلپری جون رو با هم تماشا میکنیم. گلپری جون! آه! علی جان! سلام! 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 گلپری جون نمیدونه چی کار کنیم. رو دمیدونه شما من هرچی بود گفتم به خودم. پس همه چی رو لو دادی؟ آره! من رفتم اونجا ماس کردم با چهار تا ماچ سوت لاس خشک همه اسرار مگو را گفتم بخودی زلیلت کنه. اینا حتما نقشه دارن، نکنه برن قهوه خونه و از مادرم پرسجو کنن. وای چه خاکی به سرم کنم حالا. ببین تو همین حالا مثل برق میری قهوه خونه و گوشی رو میدی دست مادرم. اونجا که تلفن نداره گوشی رو بدم دست مادر. آو فهمیدم فهمیدم، برم اونجا خرفان بکنم دیگه. آره بگو به کلی منکر همه چی بشه. انگار نه انگار دختری مثل من داره. شیرفم شد. بله 80-90%. شبگرد مرد لالیه که خواننده یک کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه. اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش‌هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. ترمز! رد کن بیاد قنده رو کلک! بچه گول میزنی؟ ما خودمون تو این کارا پیر شدیم. ای بچه برج زرماری، هرچی مرد هیشکی ندیده نیشش وا بشه. ای